نفوذ پاکستان سریعا در حال رشد بوده و اکنون با حدود 200 میلیون نفر در آن ششمین کشور پرنفوذ جهان شمرده می شود. آخرین باری که در پاکستان احصایه‌گیری عمومی صورت گرفته بود سال 1998 میلادی بود، اما اخیرا طی چند سال نفوذ شماری به دلایل مشاجرات سیاسی روی آن به تأخیر افتاد. اما رئیس کمیسیون احصایه‌گیری پاکستان دلیل این تأخیر را چیزی دیگری عنوان کرد. ما در سال 2008 میلادی کاملا آماده احصایه‌گیری بودیم، اما در آن وقت ما با یک رشته رویدادهای ناگوار برخوردیم. از بحران مواد سوخت و بحران مالی شروع تا بلند رفتن سطح تورم پولی تا 24.25% در پاکستان. بعداً بنظیر بوتو صدر اعظم پیشین ترور شد و سپس در سال 2009 و 2010 سیلاب‌ها نیز جاری شد. این سرشماری 70 روز طول خواهد کشید، 180 میلیون دلار هزینه خواهد داشت و برای پاکستان که در آن فساد و اداره غیر مؤثر وجود دارد آزمون بزرگی خواهد بود. بیش از 300 هزار نفر در آن موظف بوده و 55 میلیون فرم مهیا شده است. نظامیان پاکستان فرمهای جداگانه ایرانی تقسیم خواهند کرد. حکومت تاکید می‌ورزد که در این احصایه‌گیری هر کس شمارش خواهد شد، حتی مهاجرین قانونی و غیر قانونی. تمام مردم بدون در نظر داشت ملیتتان یا وضعیت قانونیتان سرشماری می شوید. هر کس، خواه شما یک مهاجر غیر قانونی باشید، خواه یک تبعه خارجی با اسناد قانونی باشید یا هم یک پاکستانی اصیل، تمام مردم احصایه‌گیری خواهند شد. نتایج سرشماری اساسی برای اصلاح مرزهای سیاسی، تخصیص کرسی‌های پارلمانی و تعیین سهم ایالات در بودجه فدرال را تشکیل خواهد داد. گمان می رود که قدرت سیاسی ایالت پنجاب به دلیل بلند نرفتن میزان نفوذ آن کاهش یابد. من از مردم می خواهم که با خلوص نیت در این سرشماری سهم بگیرند تا ما بتوانیم در مورد نفوذ کشور خود معلومات دقیق و موثق به دست آوریم. می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ارقام این احصایه بازتاب حقیقی واقعیت های جامعه باشد. بلوچ‌ها نیز در هراسند که به دلیل افزایش تعداد پشتون‌ها در ایالت بلوچستان، من جمله افغان‌های مهاجری که تشخیص هویت ملیشان در آنجا دشوار می‌باشد، بلوچ‌ها در ایالت خودشان ممکن اقلیت تشخیص شوند. همچنان مسئولان احصایه‌گیری گفتند که اردوی پاکستان در این سرشماری نقش ناظر خواهد داشت. ملل متحد از بابت نقش موازی اردو در جمع‌آوری معلومات ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر در فرمه‌های احصایه‌گیری از جمله 74 زبان مروج در پاکستان فقط 9 زبان درج است که این نکته انتقادها را برانگیخته است. برای نخستین بار در این سرشماری نفوذ جنس سوم یا مخنث‌ها نیز معین خواهد شد. بر علاوه مقامات امیدوارند که تصویر روشنی از نفوذ اقلیت‌های مذهبی را نیز به دست آورند. احمد فاضلامی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.